بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین. در زندگی هر انسانی وقایعی وجود دارد که بسیاری از آثار آن در برخورد با افراد مؤثر است. بنده سفرهایی که برای ادای مناسک حج مشرف می شدم، عموماً قبل از ادای مراسم حج به زیارت مدینه منوره تشرف پیدا می کنیم و عرض ادب می کنیم خدمت پیامبر بزرگوار اسلام و ائمه اهل بیت علیهم السلام در بقیع، و بعد برای حج عازم می شویم. بنده هم همینطور اولین بار وقتی مدینه رسیدیم، چون طلبه بودیم، اون طبع طلبگیمون اقتضا می کرد در برخوردهایی که با افراد نیروهای وابسته دولت که اینها با زائران برخورد تندی داشتند که دارند، که متاسفانه این شعار خدمت الحاج شرف لنا به عکس ظاهر می شد، در عمل به عکس ظاهر می شد. اینها در اذیت کردن، در مضایقات، در توهین کردن هیچ باکی نداشتن و ندارن و همچنان این جنایاتشون ادامه دارد. جنایات وهابی های وابسته، اگر بتوانم بگم این مذهب که در واقع مولود یهودیت است، حرف بی جایی نیست. اینا درست مثل یهودیان، شاید بدتر از اونها، اونا مثل اینا رفتار ندارند. اینا مثل یک دشمن با زائران برخورد می کنن. من یادم هست وقتی اولین بار مشرف شدم به مدینه منوره و رسیدیم به مسجد نبوی، بنده دم در وایستادم و سلام گفتم. یکی از نیروهای انتظامی که در واقع وابسته به شعبه بخش امر بالمعروف و نهی عن المنکر به اصطلاح خودشون بود، اومد و گفت هذه بدع بدع، یلا یلا بدع. گفتم اگر جوابش بدم ممکنه اصلا نذاره من داخل حرم بشم. ساکت شدم و داخل حرم شدم و کنار زریح که نه، همون قبر پیامبر بزرگوار اسلام را که پوشونده بودند با یک سری چوب‌های خاصی که دارند، اون بالا آیاتی نوشته بود. بنده قلم از جیب برداشتم این آیات را بنویسم و ما محمد الا رسول. این تا اینجا که رسیدم اومد این کاغذ و قلم را از دست من گرفت، گفت نه 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 نه، ممنوعه ممنوعه. گفتم من همین آیه‌ای که اونجا نوشته دارم می‌نویسم، که اینجا چی نوشته، چیز اضافی که نمی‌نویسم. گفت نه نه نه، نمیشه نمیشه. با قوت ما را از جا به جا کرد و گفت نه اینجا وای نایستید. رفتم جلو، اون گوشه وایستادم، خواستم از داخل نگاه کنم کیفیت قبرها رو، میخواستم از نزدیک ببینم. یکی از این نیروهای
وابسته به بخش امر بالمعروف و نهی از منکر به اصطلاح، ایشون ما را دید، هی من جلو میرم عقب میام، جلو میرم عقب برمیگردم تا بتونم در داخل نگاه کنم. این فهمید، گفت شما چی میخواید؟ گفتم میخوام داخل نگاه کنم. گفت میخواید با نگاه کردن چی میخواید مثلا؟ مقصودتون چیه؟ گفتم نه همینطور نگاه میخوام بکنم داخل وضع قبر و ترتیب قبرها چطوره. البته اجازه داد، گفت برید یالا. بعد رفتم داخل، از پنجره ها نگاه کردم، تاریک بود در داخل، اینا عمدن داخل رو تاریک گذاشتن که کسی نتونه ببینه. نگاه کردم و زیاد شلوغ هم نبود، این هم اونجا وایستاده بود کاری نداشت. من یه 5-6 دقیقه ای تقریبا مرتب هی نگاه میکردم راست و چپ و بالا و پایین و اینا، قبرها رو نگاه کردم که پیدا نبود. البته خب یه چیزی ظاهر بود، یه چیزایی هست اونجا، و ازش خواستم، گفتم میدونم میگید نه، ولی اجازه میدید من یه عکسی از این داخل بگیرم؟ نمیدونم چی بود، گفت باشه بگیر. منم دوربین داشتم، از داخل یک عکسی گرفتم. یه عکسی که گرفتم این اومد جلو، گفت کافیه کافیه دیگه نگیرید. گفتم باشه، بستم و گذاشتم تو جیب و گفتم تشکر میکنم از اینکه لطف کردید ما را گذاشتید. گفت اشکال نداره، یک کلمه بهت بگم، جعفری هستی؟ گفتم الحمدلله. به گوشم یواشکی گفت که مرا دعا کنید، من هم جعفری هستم. خداحافظ، فی امان الله، فی امان الله. گفتم فی امان الله، چشم، دعا میکنم. خیلی با صدای خفیف گفت من جعفری هستم، دعا من بکنید. بیچاره مجبور بود، اونجا داشت کار میکرد، مأموریت داشت، از مأمور معذور، اما خب هی میگفت مرا دعا کنید، ببخشید ببخشید. تا من اومدم جلو یه گوشه وایستادم، نماز خوندم. این بنده خدا مواظب من بود، مهر گذاشتم، این مواظب بود کسی نیاد بگیره، و همچنین دعا میخواستم بخونم، کتاب کوچیکی از دعا داشتم تو جیبم درآوردم، اینام خوندم، این مواظب بود کسی نیاد بگیره. بعد که نماز تمام کردم نگاه کردم، ایشون داشت به من نگاه میکرد و اشاره کرد، اینجوری اشاره کرد گویا میخواست من بیام پیشش. رفتم و گفت که یواشکی، گفت که شب بعد از نماز عشا دم بقی بیایید ببینمتون. گفتم خیلی خوب، فی امان الله. تون تون رفتم بیرون که کسی دنبال نکنه که اینا با هم چه صحبت هایی داشتن میکردن. اما در این حال ترس داشتم، نکنه این کلاهی سر من میخواد بذاره، چیه این قصه، جعفری هست نیست. خلاصه اومدم هتل و شب بعد از نماز عشا، البته با لباس روحانی معروف نبودم، لباس ساده عربی بودم، و اومدم اونجا دیدم که بدون لباس مخصوص مأموریت خودش اون گوشه وایستاده بود، داشت سیگار میکشید. تا ما را دید اومد، گفت سلام علیکم. من اول نشناختمش، بعد از نزدیک که دیدم شناختمش. گفت بفرمید بفرمید، یلا تعال تعال. رفتیم، گوشه ماشین داشت، گفت سوار ماشین بشید بریم خونمون بریم. واقعش میترسیدم نکنه این
یه جای دیگه مرا میخواد ببره، بکشه، زندان کنه، اذیت کنه، نمیدونم چیه. خدا سپاسم گفتم خیر انشاءالله. نشستم تو ماشینش و یوشن مراورد تو خونه خودش. دیدم اونجا باز همون عکس های مخصوص شاهشون و فلان اینا هم اونجا گذاشته بودند و هیچی از آثار این که شیعه باشه و جعفری باشه پیدا نبود. حتی قرآن هم نبود اونجا که بگم این قرآن میخونه. میترسیدم. این احساس کرد که من همچین احساس ترس دارم. گفت آقا جان نترسید، اولا اینجا تو خونه کسی نیست الان. گفتم تا بدتر، کسی نیست یعنی میخوای چکار کنی؟ میخوای بزنی؟ میخوای بکشی؟ خندیدم بهش گفتم میخوای بزنی بکشی؟ گفت آره. اینم با خنده گفت آره. یه جعفری گیرم افتاد، حالا گردنشو میزنم. گفتم یا الله انجام بده، اشکال نداره. هی داشتیم با لبخند حرف میزدیم. رفت داخل، چایی آورد و میوه آورد و خیلی عذرخواهی کرد و گفت من اونجا شما را از عکس گرفتن منع کردم، مأمور بودم، مأمور هستم، نمیتونم، اما خب مجبوریم. گفتم چطور شد تو جعفری هستید و تو همچین بخشی کار میکنید؟ گفت اگر راستش رو بپرسید اینها نمیدونند من جعفری هستم. بنده از خانواده سنی بودم و تنها بنده و برادرم ما شیعه شدیم، ولی دوتاییمون با هم تعهد دادیم که به یک جوری عمل کنیم که نفهمند ولی جعفری باشیم. و ما پشت سرش نماز هم میخونیم. با برخورد تندی که با زائران دارند ما هم شریک میشیم، اما سعی میکنیم از اون قسمت دور باشیم. احیانا مأموریتمون اونجاست و اما هنوز اونها نمیدونند. هرچه تحقیق کردن رو ما تحقیق میکنند خیلی زیاد، اما چون از خانواده سنی بودیم هنوز. گفت خانمم وهابی بود، خیلی وهابی سرسخت و تکفیری، اصلا شیعه را روزانه تکفیر میکرد و میگفت اینا بدتر از یهودند، بدتر از مسیحی ها هستند، بدتر از هنودند، چی و چی و چی. گفت من گوش میکردم. یه روز نشستم باش صحبت کردم، گفتم بالاخره اینها اظهار توحید میکنن، اظهار رسالت میکنن، قرآن همین قرآن را میخونن که ما داریم، نماز میخونن، حالا دست بسته یا دست باز فرقش از نظر مذهب، اما نماز میخونن، روزه میگیرن، حج ادا میکنن، عمره میرن، طواف میکنن. این همش اعمالی است که ما انجام میدیم، فرق بین ما و اینها چیه؟ گفت اینها مشرکن. اینجا بحث شروع شد که گفتم شرک یعنی خدایی را قبول کردن و اعتقاد داشتن با خدای واحد، اینو بهش میگن شرک. اینا ائمهشون رو امام میگن، ولی جلاله میگن، الله نمیگن. خلاصه بحثمون گفت دو سه روز طول کشید که این خانم من چیه شد. گفت ما را میکشند اگر بدونند، ما را میکشند، اهل خانواده ما را میکشند، افراد خانواده میکشند. ما قرار گذاشتیم. گفت ولذا یه بچه‌ای که خداوند به ما عنایت کرد، ما خواستیم اسمش مهدی بذاریم، نگذاشتیم. گفت میتونم بپرسم شما چه کاره ای؟ اصلا شغلتون چیه؟ تا گفتم بنده روحانی هستم، رجل دین هستم.
باور کنید اینقدر خوشحال شد، هی دست ما را میبوسید، میگفت من افتخار میکنم یک روحانی شیعه در خونه ما اومد، و هی اصرار میکرد من بمونم. گفتم نه، من افراد همراه دارم و دوستان همراهی دارم و انشاءالله شما را میبینم. قصه های نقل میکرد این بنده خدا که این وهابی های خبیث چه خبثی نسبت به اهل بیت دارند. میگفت حتی کتاب هایی که از دست اینها از کیف هاشون ما میکشیم، با اینکه میدونیم قرآن هم توش هست یا مفاتیح الجنان یا کتاب های دیگه دعا که آیات و روایات و سوره قرآن درش هست، میسوزونن. اگر بحث بکنیم بابا این آخه سوره قرآن توش هست، میگن باشه این مال شیعه هست، هر کتاب شیعه رو و مهر که شما اسمش رو تربت میذارید، گفتم همین تربت رو چقدر توهین میکنن اگر بگیرن از دست کسی. خداشه با این بنده خدا روابط زیادی پیدا کردم و ارتباطات تلفنی هم زیاد داشتم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.